صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يغمون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت سلام أدب واحترام خدمة همه شما حسينيان عالم عزاني كدر تكاپوي إقامة شاعر أبي عبد الله روحي له الفدا و إقامة أعزائي محرم سيد الشهداء هستين ایام آخر ماه ذی الحجه را سپری میکنیم و همه عالم در غلیان بر پایی اعضای سید الشهدا صلوات الله علیه هستند. اگر غیر از این بود در محبت و ارادت و مودت خود باید شک میکردیم که چرا محرم سید الشهدا روحی له الفدا نزدیک است ولی ما آن شور و اشتیاق لازمه را نداریم برای خدمت به آقا سید الشهدا روحی له الفدا. گوارای وجودتان این محبت، این ایمان، این اذعان قلبی، این تصدیقی که قلب و روح شما را فرا گرفته است نشانه ایمان است، شوق زیارت سید الشهدا همچنین شوق به خدمت به دستگاه آقا ابی عبدالله روحی له الفدا گریه کردن در جلسات سید الشهدا خدمت به هر نوعی که است همه اینها از علائم ایمان مؤمن است. عرض به خدمت شماست که شور را گفتم و باید این کلمه را اشاره کنم، نه این است که الان از نظر ذوق و مذاق اهل حسینیه ها و تکیه اهل معرفت این گونه شده باشد. این مسئله مسئله است که در سقع ایمان مؤمن قرار داده شده از همان وقتی که شاخصه های ایمان را برای مؤمن ترتیب داد حضرت حق جل و علا. بپرسی کجا میگویم؟ از لوح، از قلم، از جبرئیل، از آدم ابوالبشر و تمام روایات آن صحیح و سالم در کتب ما قید شده است و نقل شده است.
حتما روایات را دیدید، عند ذکر الخامس انکسر قلبی، آدم ابوالبشر از نام پنجمین را که به زبان می آورم قلبم می شکند. نه این است که به آدم ابوالبشر و انبیا وقوف پیدا کرد، این تجلی محبت و حرارت عزای سید الشهدا، این حزنی که در قلوب مؤمنین است، نه این که در انبیا و رسول و اوصیاء رسول باقی ماند و کفایت کرد، بلکه مؤمنین هر دوره ای از امم گذشته هم مشغول نوحه و نیاهه بر سید الشهدا بودند. عجیب است شاید برای بعضی، ولی حقیقتی است که نقل شده است در روایات ما و مرحوم ملا محمد حسن یزدی صاحب انوار نقل کرده است مفصل. دیگران هم در مقاتل آوردند که حضرت موسی کلیم، برای مثال عرض میکنم، از حق جل و علا رخصت گرفت که ماجرای کربلا را برای خلصین از مؤمنین بنی اسرائیل بگوید و آنها را تکلیف کند به گریه بر سید الشهدا که می نشستند و بین طلوعین آن خلصین از مؤمنین، تأکید می کنم نه عامه مؤمنین، خلصین از مؤمنین دوره هر ولی خدایی، اقامه عزای سید الشهدا را در سر تمام اعمال خودشان قرار می دادند. و مانده است در اصحاب حضرات آل الله که می بینیم خدمت حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه می رسیدن و در شب اول محرم همین را عرضه می داشتن که ابن رسول الله وقتی که نزدیک محرم می شود، طلوع ماه شب اول محرم می شود، آن شورشی، آن غلیانی، آن چیزی که واقعا فقط با درک می شود آن را حس کرد، یعنی به بیان نمی نشیند، هرچه هم لغات دلالت کامل داشته باشد ولی در بیان باز می بینیم نقص است برای رساندن، باید چشیده شود تا بدانی آن حقیقت را، حسب هر کسی هم متفاوت است قطعا و طبعا. حضرات آل الله می گویند چون در ملکوت آسمان ها همچنین است، اذا حل هلال محرم، و آن روایت بسیار بسیار عجیب و زیبا که اثر حزن قلوب شیعیان و محبین از اثر پیراهن سید الشهدا است. میدانم که بعضی خدشه کرده اند به سند این روایت و تحقیق لازم برای این روایت شده، از کلی مطلب را عرض کرده ایم و ثابت است، روایت را شاهد مطلب ثابته می آوریم، نه این است که اتکا کنیم به بعضی از نقل ها، چرا که بعداً اشکال میکنن کسانی که نشستن در رصد مؤمنین و میخواهند موانع بتراشن برای مؤمنین، از همین بزنگاه ها میخواهند کاری کنند ولی نمیتوانند. بدانند که اعتقاد شیعه مقید و مرتب و قاعده آن بسیار مستحکم است، با ادله قطعیه، با ادله قطعیه، آیات، روایات صحیح، استدلال های آنچنانی که نورانی است. به هر عنوان اثری در عالم هست، وقتی آن قلب دائره امکان متعلم می شود، آن علم سریان پیدا می کند بر کسانی که با آن قلب در ارتباط هستند. دیگران هم اثرات را باید لحاظ کنند، باید ببینند، ولی موانع حجب گناه و امثال گناه بعدی که از ولی الله مطلق دارن باعث می شود که شدت و ضعف پیدا کنند در احساس آن حقیقتی که باید باشد. خاطر عزیزان مخاطب برنامه تکیه بین الحرمین، اهل معرفت اگر باشد، گاهی اشاره کرده ایم بر این که اساس خلقت بر دو مسئله حسن و حزن است. در راجع به حضرت محسن یا محسن سلام الله علیه وقتی که سخن می گفتیم اشاره کرده ایم راجع به حسن و نام امام مجتبی صلوات الله علیه، اشاره کردیم راجع به حسین سلام الله علیه و نام ابی عبدالله اشاره کرده ایم، این حزن و حسنی که تو امان است برای تعالی. به هر حال گوارای وجودتان این توجه خاص به حضرت سید الشهدا
روحی له الفدا. دیروز در جلسه گذشته عرض کردیم راجع به فضائل و آنچه که واقع شده است و در رذیلت مروان حکم سخن گفتیم و اشاره کردیم به مطلبی که در واقعه حره اتفاق افتاد و این که زین العباد صلوات الله علیه از نقطه رحمت عام بودن امام تأکید دارم بر این عبارت و تمنا دارم که به خاطر بسپارید، نقطه رحمت عام امام، حضرات ولی الله، حضرات اولیاء الهی، حضرات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مظهر رحمانیت حضرت حق هستند، مظهر رحیمیت هم هستند. رحیمیت و لطف خاص از آن محبین و شیعیان است و هر کسی که عرض ارادتی داشته باشد و در یک کلمه جمع کنم هر دو گروه را، کسانی که تعلق به من یشاء میگیرند، یغفر لمن یشاء، خداوند علی علا میبخشد هر که را بخواهد، کسانی که تعلق به شاء و من یشاء حضرات آل الله هستند، اینها شامل لطف خاص هستند. بپرسید چرا میگویم من یشاء؟ برای این جهت است که اگر در وجدان وجد کردید و یافتید کسی را که بیگانه است با حریم ولایت ولی لطف خاصی به او شده است، بدانید که دایره وسعت دارد تا آنجایی که عرض ارادتی از آن شخص نسبت به حضرات آل الله شده باشد، یا این که در موقفی اظهار عداوت و نصبی با حضرات آل الله نداشته باشد که اینجا اینجا قاطبه قاصرین را در بر میگیرد این کلام. وسعت دادیم مطلب را که اگر پیدا کردید شخصی را، مثلا کسی را که عرض ارادتی داشته است و کرامتی به او شده است و لطفی و آن لطف هم سبب نجات او شده است، سوال برای شما پیش نیاید. پس رحمانیت، رحمانیت حضرت حق با آن بیانی که در تفاسیر گفتند اسم خاص لصفت عام، همه را در بر میگیرد و رحیمیت خواص را در بر میگیرد. از نقطه رحمت عام و رحمت واسع است که امام نظر عنایتگاهی دارند با کسانی که بیرون از دایره ولایت هستند. او حقیقتش حقیقت لطیف بارانی است و باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، میبارد بر سر همگان. خب دیگه اونجا قابلیت است، استعداد است که شورزار چه رخ میدهد و لالزار چه پیدا میکند. حضرت زین العباد صلی، از همین تو پرانتز بگم که باشد، از همین نقطه است که میبینی کنار او خبائث هم می آیند، خبائث هم می آیند، حال یا به نام نساء نبی یا کسانی که دیگران نزیر آن رحمت عام است. اشاره کردیم که حضرتش به مروان حکم لعنت الله علیه، به اهل بیت مروان، به اهل و عیال مروان تفقد کردند و رحم کردن، آنها را در حمایت خودشان قرار دادن. فردا روز همین واقع است، واقعه حره، واقعه بسیار سیاه تاریخ. میان برنامه را ببینیم تا راجع به حره سخن بگوییم. به هر دیده مصور شده باشم، جا دارد اگر مهر منور شده باشم. عیسی نفسی جز تو ندیدیم،
عیسی نفسی جز تو ندیدیم که در تو نقش قدمش عافیت آور شده باشد. مولای من یا ابوالحسن با شهپر جبریل کند سیر در آفاق، با شهپر جبریل کند سیر در آفاق، هر دل که در این روزه کبوتر شده باشد. پاداش طواف حرم کعبه دندش، پاداش طواف حرم کعبه دهندش. عزیز دل من، هر سوخت دل زائر این در شده باشد. صلوات الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، ای روز خانه روزه ای ابن شبیب ها. عنایت کند حضرت سلطان ابوالحسن به همه ما و رخصت دهند این که در عشق ریختن بر مصائب سید الشهدا روحی له الفدا ما هم بی بهره نباشیم. از اولیاء عالم، از ملکوت عالم، آری ملکوت عالم گریه کن آقا ابی عبدالله است. طوعن و کرهن همه چیز در عزای سید الشهدا است، ولی دیده می خواهم سبب سوراخ کن. عرض می کردیم در واقعه حره و لطف زین العباس صلوات الله علیه به عیال مروان پلید ملعون. خب واقعه حره سبب اتفاق افتادنش و آنچه که مقدمه بود برای این جسارت یزید ابن معاویه لعنت الله علیه و علی ابیه و علی جده بر تبارش لعنت یزید را، عبدالله زبیر است که این فتنه را آغاز کرد. والی که یزید بر مدینه گماشته بود عبدالله زبیر عزل کرد، کس دیگری را به جای او گذاشت که اسامیان ها را بگویم مطلب قدری آشفته می شود. والی را عزل کرد، والی که یزید قرار داده بود. خب این خودش جرمی است در حکومت اموی و والی خودش را قرار دادن، این خودش ادعایی است برای عبدالله زبیر که او هم ادعای خلافت میکرد و ادعای خلافت عبدالله زبیر به شدت خطرناک بود. گفتیم چرا؟ که اینان ادعای خلافت اللهی کردند. نکته ایست بسیار مهم، اموی متخلفین ادعای خلافت رسول خدا می کردن، اینان ادعای خلافت اللهی. وقتی که ادعا خلافت اللهی شد یعنی خودشان را همسنگ و همتراز پیغمبر هم می دانستن. نستجیر بالله. در خبیثت، در خبائث، در رجائس عبدالله زبیر مفصل مطلب گفته شده است و به تصویر هم کشیدن و دیدن اکثریت. خب انسانی بسیار مزور بود و ببینید خانه امن الهی را، حرم امن الهی را پناهگاه خود قرار داد، با علم به این که می دانست یزید خط قرمزی ندارد چه از مقدسات چه از غیر مقدسات.
می دانست یزید پلید است. واقعه کربلا را دیده بود. سال 63 واقعه حره اتفاق افتاد. 61 کربلای سید الشهدا و عاشورا بود. یزید و این عمر خلافت کمش، غصب خلافت کمش و این جرائم بسیار بزرگش، قتل سید الشهدا و اصحاب و انصار او، واقعه حره، منجنیق و رجم کعبه، آتش زدن کعبه و امثال اینها به درک واصل شد. لعنت الله علی یزید. او در خانه مروان هم جمع شدن، قریب 1000 نفر را هم گذاشت اطراف خانه مروان محاصره کرد و مطالبی که تاریخ ریز آن را نقل کرده، زین العباد صلوات الله علیه در این شورش اهل مدینه شرکت نکردند ابدا، خود را کنار کشیدند و جهات را هم گفتند. حرمت مدینه می شکست، حرمت اصحاب پیغمبر می شکست. حضرت می دانستند که این قیام فاشل هست، نتیجه نخواهد داد و خونها هدر می رود، لذا کنار کشیدن و نتیجه هم این شد. وقتی که لشکر شام وارد در مدینه شدن، آن چیزی که معروف است و می دانید، 3 روز اباحه کرد هر چیزی که در مدینه است برای لشکرش. ببینید وقتی حکم از نقطه دین صادر می شود چقدر شقی می شود. می بینیم که امثال اینها هم در لباس داعش و غیره چه می کنند امروز؟ اینها دنبال همان فرمان ها و حکم ها می روند، چه بزرگانشان، چه جزئیاتشان، چه همین کسایی که می آیند و در همین پیج ها به اهل ولایت توهین می کنند، اینها همه از یک قماش هستند. غرض این که 700 نفر از کسانی که حافظ قرآن بودند را کشت. 700 نفر، 80 نفر از کسانی که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله بودند را کشت. 80 نفر. بله، الان برای همه سوال می شود که این تعداد کجا بودند برای کربلای سید الشهدا روح الله. صدا سوالی که طول تاریخ مطرح شده است، جواب را هم گفته ایم و گفتند و باز هم گفته می شود و بین کتب ثبت شده است. روایت امام صادق صلوات الله علیه که جوابی به تو میدهم از این سوالت، راوی همین را میپرسد، حضرت میگن جواب به تو میدهم که دیگر این سوال را جایی نپرسی، یعنی جواب مکفی باشد برای تو. مطالب را گفته ایم. حالا اشارتاً یک مطلب را بگوییم، در همین کتاب در همین برنامه اشاره کردیم، ابن عباس میگوید اسامی اصحاب سید الشهدا ثبت بود نزد ما، میدانستیم چه کسانی اصحاب سید الشهدا هستند، اسمشان و اسم پدرانشان بود، مشخص شده بوده است کربلای سید الشهدا، حتی اسامی کسانی که در رکاب سید الشهدا قرار است باشند مشخص. هر وقتی سلام الله علیه از خانه بیرون می آید، از کوفه بیرون می آید، به او می گویند ابشر بالجنه، بشارت با تو را بهش. خود او متحیر می شود، من به مقابله سید الشهدا می روم، ابشر بالجنه کجا بود؟ بعد سبب را می فهمد که نهایت قرار است یاور سید الشهدا روحی له الفدا باشد و آن سمت را ابی عبدالله به او کرم کنند. انت حر کما سمت که امک حر را، تو حری همان گونه که مادرت. این اشاره را ببینید، مادرت تو را به بعد اهل دقت به بعد اشاره میکنه. غرض 700 نفر از حفاظ رو، جنایتی نبود که لشکر مسلم ابن عقبه که تاریخ کلمه مسلم نام او را عوض کرده از تو به او مصرف میگوید، مصرف ابن عقبه نقل میکند به جهت صفاکی و خونریزی. اگر در اذهان شما این گونه است که حسین ابن نمیر، حالا حسین ابن الباساد است، نقل می کنند، من این کلمه را با اینکه نقل صحیحش حسین است ولی حسین می گویم، دیگر جهتی هم دارد. حسین ابن نمیر یا حسین ابن نمیر، اگر دیدید که او فرمان بر لشکر می راند و لشکر شام به فرماندهی او بود، قسمی از قبائل را او فرمان روا، فرمان روای اصلی همان مسلم ابن عقبه که معروف به مصرف شد از بس خون ریخت. جنایات و تجاوزاتی که در ببینید نقل کردن اهل خلاف،
چقدر کودک به دنیا آمد که معلوم نبود؟ بگذرم، در این سه روز اباحه کرد جنین مادر از شکم بیرون میکشیدند و به دیوار میکوبیدند. این جنایتی که لشگر یزید در مدینه کردند. حره، هنوز هم بعضی هستند برای یزید طلب رحمت و مغفرت میکنند و با رضی الله عن اسم او را. دیگه اینها چقدر کلاهشان پس معرکه است. حقد، حقد، کینه، سیاهی نطفه. قرض دستور داد همین مصرف که مردم مدینه آن کسانی که از واقعه جان سالم به در بردن باید بیعت به یزید کنند. بیعت با یزید به معنای فیع. یعنی چه؟ یعنی غنیمت جنگی هستید شما. خفت را ببینید، ذلت را ببینید، چگونه ذلیل شدن. باید به این عنوان که شما بنده های یزید ابن معاویه هستید بیعت کنید. دو نفر فقط از این بیعت عام مسون بودن، یکی علی ابن عبدالله ابن عباس است، فرزند ابن عباس، و دیگر زین العباد صلوات الله علیه، که این دو را استثناء کرده بود. غیر از این دو همه باید به این نام برده یزید بیعت کنند و بیعت می کردن برای جانشون. امام سجاد هم که بیرون بودند و گفتیم خدمت شما، این خفت و خاری سکوت مقابل یزید در سال 60 و 61 هجری کار را به اینجا رسان. از اهل مدینه کسانی که سید الشهدا روح الله الفدا، در حال که مخفی بر کسی نیست، عرصه را در مدینه انقدر تنگ کردند که سید الشهدا از مدینه بیرون رفتند، دیگر به مکه رفتند و از مکه هم عرصه را انقدر تنگ کردند که سید الشهدا به سمت کوفه آمدند. آنجا در کوفه نقطه امنی بود برای ابی عبدالله، که آنجا هم با مکر بنی امیه عاقبت کار را دیدید. بین این مدینه سید الشهدا روح الله الفدا غریب بودند، دین همین مدینه. نتیجه کار همین شد که گردن هند زیر بار ظلم یزید به لفظ برده یزید. بعضی از اقوال تاریخی هست که بعضی را می گرفتن و مهر بردگی پشت گردن آنها هم می زدن، داغ می زدن آنها را، داغی که برای چار پایان استفاده می شود و تملک می کنن. خفت را ببینید، کسانی که در خدمت رسول خدا بوده اند و مدینه رسول خود، مدینه به خودی خود احترام دارد. هتکی که انجام داد، این واقعی هره. آری تاریخ را باید بدان، عذرخواهی میکنم، تاریخ را باید بخوانیم. این چیزهایی که رخ داده است باید بدانیم تا حقیقت برای ما مکشوف شود و در فلتات فتن آخر الزمان بتوانیم دامن برکشیم از شبهاتی که اقامه میکنند و از چهره هایی که داعیه دین و اسلام دارند. چهره به فتوا آمدن. این که میگویم یزید اباحه کرده بود، حلال کرده بود، گمان میکنید از نظر حکمی و فرماندهی این کار کرده بود یا از نظر شرعی؟ حکم شرعی داده است. نستجیر بالله. از سید الشهدا دور ماندن عاقبتش چنین است. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا صلوات خط کنید. یا علی مدد. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور نوايب كربلا صرخة يتيمه